بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ولد ابني جعفر سموه صادقا به مناسبت ایام ولادت امام جعفر صادق علیه السلام. شمه ای از فضائل اون بزرگوار و حالات مربوط به اون حضرت به حضور شما بینندگان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام عرض می شود. امام صادق علیه السلام بنابر قولی از اقوال معروف در 17 ربیع الاول سال 83 از هجرت متولد شد در مدینه منوره. پدر بزرگوارش که امام باقر علیه السلام است و مادر گرامیش ام فروه است. در سال 148 از هجرت هم اون بزرگوار به شهادت رسید. 65 سال در این دنیا عمر کرد. بیشترین عمری که در میان 14 معصوم علیهم السلام سرانجام یافته است. خود این نشان دهنده است که این دنیا به عنوان اینکه این دنیاست ارزش ندارد. عمر معصومین کوتاه بوده است. نام مبارکش جعفر است. جعفر اسم چشمه ای از چشمه های بهشت است. کنیه معروفش ابو عبدالله. هر جا که در کتاب های حدیث تقریبا از ابی عبدالله حدیث نقل شد یا ابو عبدالله فرمود، منظور امام صادق علیه السلام است، مگر اینکه قرینه باشد یا گفته بشود ابو عبدالله الحسین علیه السلام، که اونجا معلوم می شود منظور امام صادق علیه السلام نیست. از القاب معروف اون بزرگوار کلمه صادق است که خود پیامبر گرامی اسلام دستور داد حضرت امام جعفر به عنوان امام جعفر صادق علیه السلام نامیده بشود. با اینکه 73 سال بعد از شهادت پیامبر امام جعفر صادق علیه السلام متولد شده است، ولیکن پیامبر فرمود اذا ولد ابنی جعفر، موقعی که پسرم وصی ششمم جعفر ابن محمد متولد شد، او را صادق بنامید. این کلمه صادق
از خود رسول خدا و از جانب خداست، در لوح محفوظ و در کتب آسمانی از اون بزرگوار به صادق تعبیر شده است. من خارج از بحث در این حال در ارتباط با این بحث نکته ای را عرض می کنم و آن نکته این است که این القاب 14 معصوم علاوه بر این که نشان دهنده اون صفت در اون معصوم علیه السلام است، درس و سرمشق برای ماست در زندگانی. اگر امام زین العابدین را زین العابدین میگویند، ما هم مقداری باید عبادت را برای خودمون زینت و زیور بدانیم، یا اگر امام باقر علیه السلام را باقر میگویند، ما هم در پی کنکاش و بحث و تحقیق و پژوهش در معارف دین باشیم، بشکافیم همانطوری که اون بزرگوار را میگویند باقر العلوم، و یا امام صادق را که صادق میگم، برای اینکه ما بدونیم از عالی ترین صفات انسان و ایمان صدقه. برای اینکه صدق معیار مهم شناخت ایمان است. اسحاق ابن عمار گفت امام صادق علیه السلام فرمود لا تقتر رو به صلات الرجل و صیامه، لا تقتر رو به صلات الرجل و صیامه، تنها به نماز و روزه افراد رو نشناسید. خیلی ها نماز میخوانن، روزه میگیرن، ولی حق الناس را هم پامال میکنن، دروغ هم میگن، غیبت هم میکنن. ولیکن فرمود اختبروهم عند صدق الحدیث و اداء الامانه. اگر میخواهید افراد را بشناسید، رفیق برای خودت انتخاب کنی، جوان، ای دختر خانم، دوست دختر، همکلاسی پیدا میکنی، معیار اینه که بشناسی خوب است یا بد، ببین راست میگه یا نه. اگر برای خودت شریک میخوای انتخاب کنی، کارگر بیاری، با کسی داد ستد کنی، داماد انتخاب کنی، اینو من جدی عرض میکنم خدمت شما، راه شناخت آدم صالح به صدق الحدیث و اداء الامانه و العهد و الوفاء بالعهد. فرمود اختبروهم عند صدق الحدیث و الوفاء بالعهد و اداء الامانه. ببین راست میگی یا نه. از همون اول میپرسن آقای داماد شما تحصیلاتون چقدره؟ میگه من دکترا هستم، در حالی که زیادم فاصله نداره، دروغ شخصیت انسان را به هم میخوره، فوق لیسانس گرفته میخواد ارشدش رو بگیره، دروغ داره میگه. این در امور دیگر هم کلک خواهد زد. ولذا انسان مؤمن راست میگوید. در حدیث دیگر امام صادق علیه السلام فرمود من صدق لسانه زکا عمله، و من حسن بره به اهل بیته زید فی عمره. فرمود کسی که زبانش راست بگوید
اعمالش هم پاکیزه میشه. کسانی که راست میگن اینها نمازشون هم خوب میشه، تأثیر مستقیم داره. طبق این حدیث راستگویی تأثیر داره، ولذا انسان مؤمن عادت نمیکنه، وعده خلاف نمیکنه. متاسفانه خیلی افراد در جامعه میگه آقا من 10 دقیقه دیگه میگم، هنوز نشسته چایی بخوره، باب صحبت رو باز کرده. برادر چرا دروغ میگی؟ شما حرکت کنی، ماشین از پارک در بیاری، بری یا بری ماشین سوار بشی، بری توی این یکبندان نیم ساعت یک ساعت طول میکشه. چرا ماها به این امور مقید نیستیم؟ صدق الحدیث فرمود با راستگویی بشناسید، اون موقع همه مراتب باید انسان صادق باشه. در کارش انسان باید صادق باشه. اگر کاملا نمیتواند این دستگاه را، این تأسیسات را اصلاح کنه، نگه من متخصص هستم، بره کار مردم را ناقص بگذاره، بعد اون به خرج دیگری بیفته، شما مدیونش میشین. اون استادی که قدرت تدریس نداره دروغ نره تدریس کنه. اون مهندسی که نمیتونه از عنوانش استفاده نکنه ساختمان مردم را معیوب کنه. اون عالمی که نمیتونه سوالها را جواب بدهد ادعا نکنه از من سوال کنید. هر کسی در کار خودش باید صادق باشه. این درسی است که ما از کلمه صادق میگیریم. اون موقع کسی هم که میخواد پیشوای مذهب باشه، اینم باید در فقه، در احکام، در معارف واقعا آشنا باشه، یه مرتبه خلاف نگوید. خب معلومه کسی میتواند امام مذهب باشد که باید این علمش از جانب خدای متعال باشه، و الا با این علومی که انسان تحصیل میکند نمیتواند امام مذهب باشه. مذهب جعفری، مذهب حنبلی، مذهب شافعی، مذهب حنفی، باید کسانی ادعای امام مذهب را داشته باشند و امامت مذهب را، که علمشون از جانب خدا باشه. والا علمی که از راه به دست آوردن قیاس و استحسان باشه، از آیات قرآن و روایات معصومی سرچشمه نگره، این صادق نیست. خیلی راحت، این در امامتش صادق نیست. ولذا امام جعفر صادق را چرا میگن صادق؟ برای اینکه در امامتش صادق. اونایی که آمدن مذهبهای دیگر درست کردن در مقابل مذهب امام جعفر صادق، اینا در این ادعاشون صادق نبودن. اون امام صادق علیه السلامی که ابو عبیدت ابن بشر و عبدالاعلا میگوید، امام صادق علیه السلام فرمود انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و لاعلم ما فی الجنه و النار و ما کان و ما یکون الی ان تقوم الساعه انما اعلمه من کتاب الله ثم بسط کفه فقال هكذا ثم قرأ قوله تبارک و تعالی و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. امام جعفر صادق فرمود من بهتر میدانم آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است،
و آنچه که در بهشت است و آنچه که در دوزخ است و آنچه که بوده است و آنچه که خواهد بود تا قیام قیامت. بعد فرمود این علمی است که من از قرآن میدونم. قرآن میگوید نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این قرآن بیان کننده هر چیزی است. ولی ایرا کی میدونه آیا همه حقایق در قرآن هست؟ بله. و کل شیء احصیناه کتابا. اما اینو کی میدونه و کل شیء احصیناه فی امام مبین. اون امام مبین حجت خدایی که از جانب خدا معین شده و رضا امام صادق علیه السلام بعد از امیرالمومنین این حدیث از اون بزرگوار نقل شده از صالح ابن الاسود گفت امام صادق علیه السلام فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فانه لا يحدثكم احد بمثل حدیثی. فرمود هر چرا که میخواهید از من بپرسید، غیر از من دیگری نمیتواند این جمله را بگوید. پس اون چه که ما متکیه به اون هستیم این است که امام جعفر صادق علیه السلام علمش لدن نیست، علمی است که خدا در اونها قرار داده است و در این باب اون بزرگوار صادق است. محمد ابن مسلم میگوید من خدمت امام باقر علیه السلام بودم، فدخل ابو عبدالله و بیدهی عصا. میگه من خدمت امام باقر بودم، امام جعفر صادق رسید، یه چوبی در دست داشت. برای اینکه امام باقر بفهماند به محمد ابن مسلم که امام علیه السلام کودکی و بزرگی ندارد، امام معصوم لهو و لعب ندارد، نسیان و سهو ندارد، علمش کامل از موقعی که متولد میشه تا روزی که از دنیا میره، کودکی و پیری در نقص علم او اثر ندارد، علمش کامل است، همواره مؤید به روح القدس هستند. بعد میگوید امام باقر امام صادق را در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو ولا یسو، جانم فدای تو که، پدرم فدای تو که لهو و لعب و سهو و نسیان نداری. خواست بگوید محمد ابن مسلم اگر چوب در دست امام صادق علیه السلام است، بدان که او نمیخواهد با این مثل بچه ها اسب سواری کند، بازی کنه. بعد امام باقر رو کرد به محمد ابن مسلم، فرمود یا محمد ابن مسلم هازا امام که فقتد بهی وسأله، این امام توست، به او اقتدا کن، هرچی میخوایی سوال کن. میگوید من سوال کردم که نگاه کرد من خندید، گفتم این خنده از کجاست؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ به جای یک سوال چهار تا جواب داد امام صادقی که کودک بود. فرمود عقل از قلب سرچشمه میگیره، حزن اندوه از کبد سرچشمه میگیره، نفس از ریه سرچشمه میگیره و خنده از تحال و سپرس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.